سبا نکهتی از خاک ریار بیار، ای سبا نکهتی از خاک ریار بیار، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار. نکته روح فضا از دهن دوست بگو، نامه خوش خبر از عالم اسرار بیار. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند وقتی بشر رو خلق کرد، اون در خلقت اولیه که نقصی عیبی نداشت، بیماری هم نداشت، اصلا اسم این بیماری هم بعدن اومد، اما به تدریج خداوند همه اون بیماری هایی که بشر باید بشناسه بر وجودی مستولی کرد. یه مدار بیماری هایی که میبینه آثار بیماری رو ولی اسم نمیذاره براش و نمیتونه این بیماریه، فکر میکنه این چیز طبیعیه. البته در هر موردی خداوند، در هر موردی که درد آفرید، درمان آفرید. حاجی عبدالله انصاری میگه یکی درد و یکی درمون پسندن، یکی وصل و یکی هجران پسندن. من از درمان و درد و وصل و هجران، من از درمان درد پسندم، اون چرا جانون پسندن. خب این البته یه حالت درویشی کامله که همه یه چیزها رو، حتی بیماری ها رو از ناحیه خداوند میدونه. میگه چون از ناحیه خداونده قبولش داریم. بیشتر منتها همون جور که خداوند به بندگانش مقرر کرده که کوشش کنن برای کمال وجود خودشون و برای اینکه نواقص و
و عیوبی که در فطرتشون هست جبران بشه کوشش کنن. این است که شاید خلقت اولیه هیچ نقصی هیچ عیبی نداشت، برای ما مدل حساب میشد. الان شرح زندگی شرح حال حضرت آدم علیه السلام رو مطالعه کنه به مقداری، یا همسرشون حوا میبینیم هیچ نقصی نداره. این در واقع خداوند مدل داده به ما، بعد میگه بر طبق این مدل و بر طبق اون دستوری که من دادم درمان کنید. یعنی باید در ضمن این که درمان هم از ناحیه خداونده، ولی ما چون اون رو به صورت اضافه و یه درمان اضافی میبینیم، باید در رفعش کوشش کنیم. این نه برای دشمنی با این بیماری، بلکه برای میل و سلامت صحت. البته مثل اینکه فرض بفرمایید میخواید برید مثلا حضرت عبدالعظیم یکی صحبت میکنین، اون رفیقتون میگه بله یه درم یه درچای دریاچه حوضی قدیمی هست، این خیلی برای من خاطر انگیزه و همیشه به یادش هستم. این خاطره که اون داره برای خودش خاطره و برای چیز، ولی این کسی که میخواد بره زیارت به این توجه نداره. منتها وقتی رفت زیارت، در ضمن زیارت میبینه مثلا فلان جا پله هاش خرابه، ابنهایی میگه دست میشه روش. این نه این که زیارتش قبول نیست، نه، اگر واقعا نیتش از اول زیارت بوده زیارتش هم قبوله. مرحوم پدر اینا، مرحوم راشد آقای اقدر، همه کتابی در سهالش نوشته، خود آقای راشد نوشته، مرد با صفایی بوده. این یه وقت مسئول کار بوده، کار اونم هم میشه همه کارهای زراعت گاو و گوسفندشو نگاه داره اینا، ولی اهل علم هم بوده، یعنی دانشمندی بود که به دانشش نون نمیخورد، از دانشش دانشش رو جداگونه داشت خودش و شغلش هم جدا. ایشان این داستان از حضرت صالح علی شاه من شنیدم از خود. یه وقتی این آقای چیز آقای راشد میخواسته بره به زیارت از تربت حیدریه، 20 فرسخ تمشد مخواسته بره زیارت، اومده و یه فرستاده اون کسی که
ترتیب سفر میداده، گفته از منزل ما اون یه جفت سرپایی اضافه بده، یه عبام اضافه بده که من اینا را میگیره و آدم سفر میشه برای بسیار زیارت بود، عوض شد. نیتم خرید سوغات براته بود. حالا این لباس فرهاد بین، این لباس ها را بگیر، من خودم میخوام حالا میخوام برم به زیارت. یعنی حالا نیت زیارت کرده، من باید برم زیارت. این خیلی کم میشه البته، کسی به درجه عالی از اخلاص برسه که بتواند تمام نیت خودش رو متوجه کار خاصی انجام بده. ولی خب این کار شدنیه و ما مثلا اشتغالمون این است که چنین حالتی رو به دست بیاریم. من از این مرحوم راشد خیلی تعریفی زیادی میکنن. حضرت صالح علی شاه هم باش موافق بودن با اون راشد بزرگ که قبلن مرده بود. خب راشد فعلی هم تا حدی باش موافق بودن. ولی با وعاد بعدی فقط در جهت بعد موافق بودن. یعنی میگفتن واعظ شیرین کلامی یا واعظی است که قدر مطالعه داره، هوایی حرف نمیزنه. اما از سایر چیزها نه. اما با این وجود روزخانی برای تجلیل از دیده، تجلیل از نام امام حسین و هدف امام حسین، یعنی ما برای اون هدف امام حسین که از بینش بردن نگرانیم، ناراحتیم و میخوایم اعلام میکنیم که آقا ما هم جز همین نیت هستیم. و این قسمت رو خوب خوده یزیدم فهمید، یعنی همه فهمیدن که نیت امام حسین از بین بردن هدف یزید است، برای اینکه اسلام رو کوچک کنه. و خب الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، اسلام بلند مرتبه میشه و هیچ چیزی از او بلندتر نخواهد. حالا انشاءالله ما را هم خداوند توفیق بده چون اسلام واقعی رو هم درک کنیم و هم عمل کنیم. به وفای تو، به وفای تو که خاک رهان یار عزیز، بی غباری که پدید آید از اخیار بیار.
گردی از ره گذر دوست به کوری رقیب، گردی از ره گذر دوست به کوری رقیب، بهر